که در رابطه با قسمت‌های مختلف مقاله صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک مقاله علمی و استاندارد از چه قسمت‌هایی تشکیل میشه که معمولاً ابتدای تایتل بود و به رفرنس ختم میشد. حالا قصد داریم که دوباره برگردیم به اون تایتل، ولی با این تفاوت که الان تمام قسمت‌های مقاله رو به صورت جزئی‌تر من اونا رو به شما توضیح میدم. امیدوارم که اینا رو یادداشت کنید و حتما تکالیفی که میگم انجام بدید که بتونید قسمت‌های مختلف مقاله رو خیلی قشنگ انجام بدید. اول قسمت مقاله تایتل یا عنوانه، گفتیم نقش بسیار زیادی در پذیرش داره و اگه شما عنوان بدی بنویسید مقاله شما ریجکت میشه. حالا عنوان چگونه بنویسید، داره چه ویژگی‌هایی باشه، الان مثلا توضیح میدم. اول بایدتون باشه که عنوان کوتاه باشه، حد اکثر 15 صفحه باشه، هر چی که از 15 صفحه کمتر بشه عنوان ما جذاب‌تر و بهتره. دومین فاکتور این که در عنوان شما کلمه اختصاری استفاده نشه، البته رشته به رشته متفاوته، در رشته عمومی انسانی بهتره که کلمات اختصاری استفاده نشه، در بعضی از رشته‌های مهندسی و پزشکی اگه استفاده بشه اشکالی نداره. مورد بعدی که باید در عنوان دقت کنید اینه که از هاک کیورد استفاده کنید یا اون لغات داغ، معمولا لغاتی هستن که رشته شما، دانشمندان شما، پژوهشگرانشون به این لغات بیشتر علاقه دارن و معمولا بحث داغ محافل علمی و دانشگاهی در افسانه‌نگاری دنیاست. اگه این کلمات رو پیدا کنید و عنوان شما هاوی لغات داغ باشه خیلی خوبه. از کلمات ممنوع بپرهیزید، کلماتی مثل تأثیر، اثر، بررسی، نقش، مقایسه، ارتباط، تعبیر، اینا معمولا ابتدای عنوان نباید باشه. در موارد علمی پژوهشی زیاد می‌بینیم و در مقالات بین‌المللی اینو کمتر می‌بینیم. یادتون باشه عنوان مقاله شما سویجر لو نده، مقاله که سویجر لو بره موقع همه میفهمن که مقاله شما چیه، هم ادیتور بین میبره و هم سردبیران و تیم سردبیری و داوران و معمولا پذیرش نمیشه. مورد بعدی که باید دقت کنید اینه که عنوان شما از کلک های روزنامه‌نگاری استفاده کرده باشه، در واقع یعنی این به جذابیت عنوان شما میفزه و هرچی که عنوان شما جذاب‌تر باشه پذیرش میشه و گفتم در ابتدای ویدیو که البته اگر عنوان شما هم اول ریجکت بشه کسی به سراغ ابسترکت یا مقدمه می شما نمیره و بقیه مقاله رو نمیخونه. تمام تعداد افرادی که عنوان شما رو میخونن بیشتر از هم تا تعداد کسانی که چکیده شما میخونن و تعداد افرادی که چکیده شما میخونن خیلی بیشتر از هم تا تعداد کسانی که مقدمه شما رو میخونن. یادتون باشه تو عنوان اگر بتونید عنوان شما ناشی از حوادث اخیر باشه، مثلا زلزله، سیلی، آتش سوزی، چیزی اتفاق افتاده باشه و شما در رابطه با مقاله نوشته باشید، مثلا این روزه بحث کرونا مطرحه، اگه بتونید مقاله‌ای اگر رشته شما میخوره به رشته کرونا که بحث کرونا میخوره، حالا مثلا روانشناسی هست که اثرات روانی کرونا، یا مثلا اقتصاد هستی بنویسی که مثلا اقتصاد پس از کرونا بعد از کرونا، چون کرونا بحث داغ محافل دنیاست و اگه شما در عنوانتون ناشی از حوادث اخیر باشه سریع چاپ میشه، تمام ادیتورا به این گرایش دارن. و بعد اینکه حواستون باشه وقتی مقاله رو می‌نویسید مثلا عنوان معمولا به ویژه‌نامه مجله نگاه کنید، بعضی از مجله ویژه‌نامه‌ای رو در دست چاپ دارن اعلام می‌کنن که اگر کسی در رابطه با ویژه‌نامه مقاله می‌نویسه مقاله زودتر چاپ میشه. خب ببینم چی در مورد عنوان نگفتم. کوتاه گفتیم کوتاه باشه، علامت اختصاری باشه، گفتیم سوژه لو نده، هاک کیورد باشه، کلمات داغ باشه، کلمات ممنوع بپرهیزید، کلک روزنامه‌نگار استفاده کنید. یادم رفت یه چیزی، و اون اینکه عنوان باید کاربردی باشه. اگه عنوان شما نشون بده که اون مقاله شما بسیار کاربردیه زودتر پذیرفته میشه، و اگه عنوان شما مفید باشه، مفید یعنی اینکه کاری که شما انجام میدیم اگه من اون بر دنیا در آفریقا در مکزیک در کانادا همون مقاله رو عیناً در کشور خودم پیاده کنم به نتیجه خیلی خوب میرسم. پس یادتون باشه که عنوان نقش بسیار مهمی در پذیرش مقاله داره. اگه در رابطه با عنوان مشکلی داشتی سوالی داشتی من با من در میون بذارید، با شماره 0938 225 274 در ارتباط باشید و میتونم به شما کمک کنم که عنوان های جذاب بنویسید. حتما وقتی که مقالت رو نوشتید عنوان تایید شد اونو با من به اشتراک بذارید، به من نشون بدید، یا به واتساپ من بفرستید این شماره، یا به من ایمیل بزنید، من به شما کمک میکنم که عنوان بسیار جذابی رو بنویسید. چند تا تکلیف میگم انجام بدید، حتی به درد میخوره. اول اینکه 20 مقاله رو دانلود کنید، بعد از اینکه دانلود کردید طبق فاکتورهایی که من گفتم بیاید خودتون عنوان رو داوری کنید که یک داور مقاله محسوب بشید، و بعد اینکه عنوان جذاب الان آماده کنید که مقاله رو باش بنویسید، و بعد اینکه عنوان های طولانی و عنوان های کوتاه انتخاب کنید و اون رو یادداشت کنید و بهش بدید.